شعبان جعفری به یکی از حامیان و مقلدان کاشانی تبدیل شد و تا زمانی که کاشانی از مصدق حمایت می کرد خودش رو حامی مصدق هم می دونست. اما با ایجاد اختلاف بین کاشانی و مصدق، شعبان جعفری هم به یکی از مخالفان مصدق تبدیل شد. 8 ماه بعد از انتخاب مجدد مصدق به نخست وزیری، محمد رضا شاه قصد خودش رو برای سفر اعلام کرد. با تصمیم شاه برای خروج از ایران و موافقت مصدق با اون، بسیاری از حامیان شاه از جمله آیت الله کاشانی که مخالف خروج شاه از کشور بودند، تمام تلاش خودشون رو برای منصرف کردن اون انجام دادند. کاشانی به سرعت به مجلس رفت تا به کمک دیگر روحانیون بیانیه ای رو برای منصرف کردن شاه از سفر صادر کنه. از طرف دیگه اون شعبان بیمخ و نوچه هاش و ملک اعتزادی از خانم رئیس های شهر نو رو به مقابل کاخ مرمر فرستاد تا شعارهایی رو در جهت باقی موندن شاه در ایران بدند و با تهدید بازاریان بازار تهران رو تعطیل کنند. شعبان جعفری تو خاطراتش به 2 خواسته‌ای که کاشانی تو این زمان ازش داشته اشاره میکنه و اینطور میگه. یکی از خواسته های کاشانی زد و خورد با توده‌ای ها بود، چون معتقد بود اونها بیدین و کافر به قرآن و خدا هستند. دومی ماجرای سفر شاه بود. کاشانی گفت اعلیحضرت داره از مملکت میره، نذارید این اتفاق بیفته، چون اگر اعلیحضرت بره عمامه های ما هم رفتنیه. اصلا طرفدار کاشانی بودن. طرفدار کاشانی بودن. ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونش صبحی دیدنش، گفت بریم علازه دارم ممکن میره بیرون، بریم نظریم بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن، نمیدونستیم اینا با هم زدن. از من بعدشون نمیدونستم ایچی اینو گفت که ما رو خریده. روز 9 اسفند 1331 محمد رضا شاه از مصدق خواست برای خداحافظی به دیدار اون در کاخ مرمر بره. تو این زمان قرار بود که شعبان بیمخ و نوچه هاش هنگام ملاقات مصدق از شاه مقابل کاخ مرمر تظاهرات کرده و به عنوان حامیان شاه مخالفت خودشون رو با خروج اون اعلام کنند. اما زمان خروج مصدق از کاخ مرمر، شعبان بیمخ و افرادش به اون حمله کردند که البته مصدق تونست با کمک محافظان از اونجا خارج بشه. اما دوباره شعبان جعفری و نوچه هاش به خونه مصدق حمله کردند. اما بعد از تیراندازی و اصابت 1 گلوله بهش، شعبان بیمخ متوقف شد و اون رو دستگیر کردند. تو دهنه افتاده بود، اینا ما رو بلکن معامله نبودن. اینا خودشون ما رو اصلا آوردن سر این کار مبارزه سیاسی و حرفا، تا بالاخره اون جریان نوع اسفند شد و جریان خونه مصدق شد و اینا که ما افتادیم زندان. و شعبان بیمخ بعد از اتفاقات 9 اسفند به زندان رفت و تا روز 28 مرداد تو زندان بود. در غیاب اون مقدمات کودتای 28 مرداد فراهم شده بود و اون ظهر روز 28 مرداد به حکم تیمسار زاهدی برای مشارکت در کودتا آزاد شد. شعبان جعفری در این روز سردستگی و هدایت گروهی از اوباش معروف تهران را به عهده گرفت. در این روز امیر مختار کریمپور شیرازی که یک مدیر روزنامه و از هواداران مصدق بود، توسط شعبان بیمخت دستگیر و با کتف شکسته روانه زندان شد. به این ترتیب شعبان بیمخ در روز تاریخ ساز 28 مرداد به عنوان سردسته نیروهای خشن وفادار به حکومت پهلوی نقش کلیدی رو در سقوط دولت مصدق ایفا کرد. من تا 28 مرداد عصر کردم تو زندان بودم. تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرن بیرون. من که رفتم بیرون خدا رحمت کنه سبب زاجی گفت برو مادرت بگی، گفتم نه. بعد ما همونجا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بودن که رفقا همون سوار شدیم که به اصلاف یه معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتادیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
شعبان بیمخ به پاس همین خدمات به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تأسیس زورخانه از شاه هدیه گرفت. اون در همین ملاقات اجازه تأسیس جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز رو از شاه گرفت. ساخت باشگاه شعبان جعفری 3 سال طول کشید و محمد رضا شاه پهلوی هم شخصا اون رو افتتاح کرد و از دیگر اقدامات شعبان بیمخ برگزاری مراسم مذهبی و روزخانی در تکیه های گذر دباغخونه بود. در نهایت شعبان جعفری در سن 85 سالگی و در روز 28 مرداد 1385 یعنی درست در 53 سالگرد کودتای 28 مرداد در شهر لس آنجلس درگذشت. باید شخصیت شعبان جعفری رو جمع همه تضادها و دوگانگی‌ها دونست. اون که در دوران جوانی به عرق‌خوری و عربده‌کشی و دعوا مشغول بود، به یک بار وارد سیاست شد و با آشنایی با گروه فداییان ریش گذاشت و به فردی مذهبی تبدیل شد. شعبان که ابتدا برای حمایت از مصدق به توده‌ای‌ها حمله می‌کرد، در ادامه به یکی از بزرگترین دشمنان مصدق تبدیل شد. اما چیزی که در اون هیچ وقت تغییر نکرد، علاقه شدید شعبان به خاندان پهلوی بود.